آره سراغ اسلایدر، اسلایدر یه دونه در واقع تایتل داره، یه دونه کپشن داره، یه دونه عکس دیگه، یعنی سه تا معیار باید داشته باشیم. بریم توی پارشون هامون ببینیم اسلایدر دقیقا چیا داره. یه تایتل یک داره، یه تایتل تو در واقع میتونیم یه تایتل بزنیم کپشن، دو تا مقدار، یه دونه عکس داره دیگه، یعنی در واقع دو تا مقداری که دارید میبینید این دایرکشنی که گذاشته سه تا عکس داریم، سه تا مقدار اینجا رو دقت بکنید. خب در واقع من باید فوریچ که میزنم یه نکته داره، فوریچ رو باید دقت بکنید، میشه عکساش آلت هم باید داشته باشیم. من توصیه هم اینه که چون ما میخواد بعد به در واقع اعداد بیام عکس رو ذخیره بکنیم، این آلت رو هم جداگونه داشته باشیم. پس یه ایمیج داریم، یه در واقع آلت ایمیج اسمش هم میذارم دقیقا آلت، یه ایمیج دارم، یه آلت دارم، یه تایتل، یه کپشن، چهار تا مقدار میخوام. خب چهار تا مقدار میخوام، پس میام اینجا CLS رو میزنم، یه در واقع ایف رو میزنم و CLS رو میزنم و PHP آرتیزان آرتیزان میک کنترولر و ادمینی استریتور مقدار اسلایدر کنترولر همه رو میخواد ریسورس. بعد این انشالله میریم سراغ ساخت پروداکت. آره دیگه بعد این سراغ اباوت، اباوت رو هم میسازیم. ببینم تا ساعت چند وقت بکنیم، یاد فکر کنم اسلایدر اباوت رو بسازم امروز. بمونه پروداکت تیم و فلاگ و کانتکت اینا حالا با یه سه مسئله اون رو هفته بچه و فرمان برمونم کلاس ده هم پس بعد هم همینطور بمونه برای جمعه انشاءالله که همون که میشه. پس با این چهار تا مقدار رو باید داشته باشم. الان باید اینجا توی ادمینستریتور هم باید در واقع اسلاید اینکه شده باشه. من این رو شروع میکنم با کردن روند تکراری، انقدر ساده است که خود انقدر راحت تکرار میشه که یه مسیر شما یه تکنیک رو یاد میگیرید فقط دیگه تکراری میشه. میگه حالا چند مدل این رو انجام بدی، چند تا پروژه انجام بدی که همه پروژه اکثرا 90% با همین قضیه حل میشه. یه سری هستن که دیگه حالا دستای حالا یوزر پرمیشن داره و دستای ACL داره، اینا حالا اونها رو واسه فروشگاه اینا رو جداگونه فیلم خواهم کرد. خب بیان بریم این دکسیم رو این کاری ندارم این رو این ها که من نفسه اون که اوکی شد ببرم بیایید اینجا میگه توی این قسمت اما با اوتوتون و 100% ریسورسه اسم اسلایدر رو میذارید، اسم خودش رو و اسلایدر کنترل رو تمام کلاس و پارامترش رو هم اوکی کنید و اسم این رو از اسلایدر به آیدی تغییر بدید. من عادتیه میتونی تغییرم ندی، حالا شما میتونید بذارید میتونید نزید پی اس بی آرتیزان آرتیزان روز لیست رو هم بزنید، یعنی براتون روتا رو میده اسلایدر رو ببینید در معادلش رو دارید. سرو هم میگیریم که بره سرو کنه. مستر رو کار دارم میخوام دستم باشه. چرا؟ چون من سه و در واقع باید الهای اسلایدر رو اسلایدر این بیاد در صفحه در واقع اسلایدر ایندکس ایندکسش دیتاش نشون بده. حالا مثلا در واقع سوم رو فرستادیمش تو کرییت، میتونست اینم کرییت نره سانتر پر پنل شو دیتا. آره بزنم نره برای اونجا بره تو این قسمت که داریم میبینیم اسلایدر هم بزنیم که میره تو این قسمت. هنوز صفحه براش نساختیم. بوتوری رو ببندم، سلایدر بلیدش رو هم ببندم. فهمیدم چه خبره.
ادمین بیام اینجا سلایدر رو میسازم صفحه ایندکسش رو میسازم. خب بیام تو این قسمت ایندکسش خیلی ساده است که میتونه اکسترد بکنه دیگه. حالا ما نهیم حالا که بسازید صفحه دیتاش همون جایی بود که در حال دیتا قرار چاپ بشه. یک کنترل بی میزنم و دیلیت که هست، آپدیت که هست اینجا باید قرار بگیره. خب من حالا مایگریشن رو نساختم، حالا اینا رو فعلا اینجا قرار دادم. بریم سراغ دیتابیس هم مایگریشن هم سلایدرز. آها نساختم هنوز اصلا. بیام میرم بعد از اینکه کار رو انجام دادم CLS و PHP Artisan Make Model Slider فرانسش بزرگ بشه Slider Dash and Migrate Show بسازه. خیلی سریع میزنه برام میسازه و سرو رو میگیرم. نه خدا رو سرو رو میگیرم بسازه فعلا. Slider من خب فهمیدید دیگه چیه داره. Table String Image. آها من بازی سیاه دارم. من این رو میجم رو بزنم سنت هم نکسه کارکترش نالیبل نمیخوام باشه. اینجا هم باشه مثلا مکانش آلت. این هم باشه هم نکسر سنت ها چرا این استرینگ باشه سنت ها. این هم باشه سنت ها. یه تیبل هم دارم که در واقع استرینگ هستش این هم باشه مثلا سنت ها لحت اکسر به نظر گیری یه تیبل هم بذاره مثلا استرینگ کپشن زیاد هم مقدار کپشن و علاوه 500 مثلا. خب من یادم رفت ریکوست ها رو برای در واقع این قسمت بذارم، برای پنل بذارم کریئتش. خب برای این میذارم، بعد میام برای این قسمت هم اضافه میکنم. حالا فعلا این رو اوکیش بکنیم. ایمیج آلت تایتل و کپشن هیچی دیگه هم نمیخوام. پیج آرتیزان مایگریت میذارم و اوکی و سرو رو میدم بهش. حالا این سری دیگه حواسم باشه اول ریکوست رو بسازم بعدا بفرستم. واسه الان میام اینجا وبسایت و الان اسلایدرز اوکی شده. ایمیج آلت و تایتل و کپشن هم اوکی هستش و میایم در اینجا و این رو هم میبندم. این ایندکسی که دارید میبینید برای در واقع تایتل کپشن عکس هم اسمش در واقع خود عکس و میتونه حالا آلت عکس رو هم بذارید. حالا فرق رو آپدیت دیدیم که داریم. فقط اینجا من سئو نداره اصلا این پاک نداره فعلا دیتا رو ندارید فعلا نداری تا اند فور ایچ رو یه لوکس میکنه پاک. خب اینا هم که الان درست کنیم. حالا بیان فعلا ریترن میکنیم بیو رو مقدار سلایدر admin slider xtouch. خب حالا به یه رفرش بکنی یه صفحه خالی رو باید برات بیاره که ببینید در واقع title caption image alt update و delete go to SEO website درستش بکنید. میشه go to در واقع go to create slider و ایشون هم به جای در واقع create‌اش اینجا میکنیم اون سرکه ها رو عوض بکنید. slider create تموم شد. بریم اینجا فعلا اینها رو ساختیم. بریم حالا کریئتش رو هم بسازیم برای این قسمت. فقط حواستون باشه کریئتش رو میسازیم حتی ریکوستش رو هم میسازیم. من میام میگم کریئت. خب فرقی نمی کنه کریئتش هم حالا میتونه حتی اکستند کنید. خب من نمیسازم این کار انجام بدیم اینجا نوشتی دیده مقدار کریئت رو یه بار میزنید یه کنترل یه کنترل سی میزنیم یه اینجا کپی میکنیم چیزی که میخوای اضافه کنید رو در واقع اضافه کنید. سکریتی که اینجا هست هیچی. این میشه سلایدر استور. روت رو میتونید ببینید حالا دیگه سخت نیست. تایتل همونه پلیز مثلا تایتل سلایدر. خب مقدار بعدی کنترل دی میزنید میشه مثلا مقدارش کپشن اسمش رو میذارم مثلا کپشن این رو هم میذاریم مقدار کپشن. این رو هم میگه پلیز اینتر مثلا
کپشن اسلایده و اینا حالا دیگه موقعی که با تحویل میده به طرف بهش توضیح میدی یه بارم توضیح میدی یه در فیلم براش بگیر دیگه خودش متوجه میشه همه کار رو انجام تکستریا نداریم اینجا تکستریا نداریم به جای آلتر در واقع میتونیم مقدار آلت رو بذاریم مثلا آلت ایمیج طرف میفهمه نگران نباشه یعنی یه دفعه توضیح بدید بگید که آقا پشت وبسایت ببین آلت برای سئو تونه خودش متوجه میشه آلت ایمیج سلایدر نگران نیست دیگه اگه چیزی خراب باشه در واقع مثلا خواهم فهمید کلوز سابمیت و کریت اوکی دیگه فقط اینجا شما یه عکس هم میخواید دیگه در واقع ایمیج هم میاد اینجا به جای تکست میشه فایل اسم این رو میذارید در واقع ایمیج اسم این رو هم میذارید ایمیج اسم این رو هم میذارید ایمیج خب ایمیج رو سلایده تمام شد حالا اگه اروری باشه چیزی باشه گو تو پنل رو هم میذارید تمام سلایدر این هم میشه دیگه ایندکس دیگه ما اینجا کم بود در پنل ایندکس نه و سلایدر ایندکس ایندکس اینجا ایندکس هم شد تمام شد بیا توی سلایدر کنترولر ریترن کرییت ریترن ویو مقدار سلایدر کرییت رو میگید بهش رو میبینیم درست کار کنی یا خیر میام اینجا ایشون میشه ببینید کرییت اسلایدر میذارم میره توی صفحه اسلایدر کرییتش مشخص اینجا برمیگرده به حالت عادیش درسته کاملا تایتل کپشن آلت ایمیج و خود ایمیج یه ایمیج رو من براش در واقع اسلایم این ندیمش بوردر دو پیکسل ایمیج دیگه ایمیج 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 اسلایم بوردر دو پیکسل این ست لایکه و چرا نگرفته این استایلر رو ایمیج 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 فایل ایمیج خب ایمیج که نام نداره است خب حواس من درست شد نقال دوبار نداره است بیایم اینجا و این مقدار نال رو هم که میبینید حالا میخوام توی در واقع اینجا که ریکوست داره بگیم که میام این رو درستش بکنه واسه ارورها رو درست بکنه واسه اینا رو بعد میگفتم و نگفتم برای قبلی هم حالا که میخوام درست بکنیم همه رو با هم درست بکنیم خب بیام اینجا خب ببینید اگه دقت بکنید مایگریشن تو حالا اگر بیاد تو اینجا من استراکچر که اینو بذارید اینجا مثلا گفتم اینجا 100 تا 200 تا 500 تا خب بعد بس ریکوایر رو بذارم که آقا الزامی باید بذارنش بعد ماکسیمین و اینا رو بذاری ایمیج رو بعد که حتما از نوع در آی ام جی باشه ما هم میتونیم جی پی کنم چه بدن پی ان جی اینا باشه سایزش بیشتر از 5 مگ نباشه اینا رو میخوام اول درست کنیم توی این قسمت چیکار بکنیم ولیدیشن بذاریم براش دیگه خب اصطلاحا میاد اینجا و برای قبلی هم بعد میسازیم برای قبلی هم الان بعد از اینکه درست کردیم درست کنم پی اچ پی آرتیزان میک request create slider مقدار همون request رو بذارید اینجوری و میام اینجا الان فولدر در واقع request اینجا generate خواهد شد اینا میبندم خیلی شروع نشه برای request هستش اینجا این رو ترو میکنید و میاد تو این قسمت در واقع تو این قسمت انگلیسی هم هست دیگه در واقع اگه تو لنگویجش هم بیاد اینجا ولیدیشناش انگلیسیش وجود داره نیاز نداره شما بنویسیدش کافیه که اینجا فقط مقادیر رو قرار بدید این مقدار اولی تایتل بود من ریکوایرد رو میذارم و مقدار مارکس رو هم میذاریم 100 تا تایتل 100 تا بود اگه اشتباه نکنم کپشن مقدار ریکوایرد و مارکسش نمیدونم زیاده نگاه کنش دارم نمیسن تایتل 200 تا کپشن 500 تا خب بشارش دارم میکردم 500 تا و یکی هم ایمیج مقدار ریکوایرد که داره هیچی از اون ایمیج هم هست هیچی مهم زشم در واقع باشه جی پیگ و
PNG و ماکس هم میشه بحث به 5000 کیلوبایت، میشه 5 میگ. مقدار بعدی Alt و گزینه در حال کاهر و ماکسش هم حتی 100 تو بوده گیشتم، یعنی 100 کاهر تو بیشتر نباشه. Alt رو به این شکل این رو هم قردیم. خب اینا رو الان شاید بپرسید که کجا آوردی؟ خب اینا رو باید تو فیلماش رو دیده باشید، ولی خب در کل تو کرییت اسم اینا رو ببینید، در واقع تایتل گذاشته شده یا کپشن گذاشته شده یا آلت گذاشته شده یا ایمیج گذاشته شده. اگر بیاد پشت این صفحه اینجا قرار بگیره، نیماشون ایناست. بیاید پایین نیماشون رو ببینید، اون ایمیج تایتل کپشن آلت ایمیج، این نیمایی که دارید میبینید در واقع اونجا استفاده میشه و اینجا هم که کلیک میکنید میبینید اینا انتخاب میشن. خب بریم اینها رو قرار دادم کریت ریکوست رو. حالا تو قسمت استور که میخوایم فراخونی بکنیم دیگه میشه چی؟ کریت در واقع بیاد اینها رو چک بکنن که اینها رو بیاد مقدار رو قرار بگیرن، اگه قرار نگیرن بیاد ارور و آل رو میزنن. میل های این شما باید لطف کنید خطا رو هم بذارید دیگه. خب بیاید تو هر قسمت، حالا به طور مثال من برمیگردم میگم ارور، این رو باید بلند باشید توضیح دادم توی فیلم ها. اسم ایشون هستش تایتل، تو همون جام تایتل هستش، مقدار تایتل رو قرار میدید و مقدار اند ارور رو قرار میدید. فرض کنم من یه پی اینجا دارم، یه کلاس بزنم تکست سنتر و تکست دنجر که باید بکنه و این مسیج که قرار داده بوده، اون مسیج که توی این لنگویج هستش رو اینجا قرار میدید. ایشون میشه مقدار کپشن این مسیج کپشن رو قرار میده، ایشون میشه ایمیج و برای آلت هم که جاید مقدار آلت. خب این نال رو باید اینجا چیکار کنیم درستش کنیم الان بهتون میگم. میام اینجا رفرش بکنیم دیگه خطاها رو هم برمیگردم. حالا اگه ما کریت رو بزنیم میبینی خطا رو برگردم، میگه تایتل در واقع فیلد ایز ریکوایرد، کپشن ریکوایرد، فیلد مثلا آلت ریکوایرد یا ایمیج ریکوایرد، بعد مقدارش الزامی. خب بعد به جای تکست سنتر همون رایت میذارم، لفت میذارم، لفت لفت میذارم و بولدش هم میکنم، فونت ریت بولد هم میکنم، اصلا کلا اینو کپی میگیرم و همش قرار میدم سنتر نماشه بهتر. حالا از میتونید آلرت هم بذارید، در واقع آلرت بذارید اون این دست خود کنه، من قرار نمیدم میشه خیلی خوشگل ترش کرد که حالا مثلا همه سوال قرار میگیره بهتر. بیاد اینجا در واقع میبینید اینجا داره ارور رو برمیگرده، تایتل در واقع فیلیز میبارید این پس کپتومایز هم باشه یا اون حتی بازی نش نکرده اینجا داره بهش ارور رو میده. خب اونا زبانشون باید خوب باشه که اینا در واقع مشون هم آموزش بده متوجه میشن. نگاه کنید حالا اگر من بیام اینجا عکس انتخاب نکنم، مثلا بیام و مثلا فایل پایتون دارم، پایتون انتخاب بکنم، اگر کریت رو بزنم طبیعتا میگه ایمیج ماست بی، حتما باید ایمیج باشه. حالا فایلش بیشتر از 5 مگ باشه ارور برخواهد گردون و از این چیزا که ارورش رو اون در واقع مقاله خب اینا قرار تو فیلم ها توضیح دادیم. فقط یه چیزی هر که رفرش میشه این دیتا پاک میشه. این ما نال گذاشتیم، یه گزینه داره به نام اولد، در واقع اولد توی لارابل یعنی که وقتی که این رفرش میشه مقدار قبلی که توش اومده طرف وارد کرده رو نگه دار، به شرطی که یه اسمش رو در واقع اسم نیمش رو قرار بدی. اولد مثلا اینجا هم مثلا به جای نال در واقع میذاریم اولد مقدار کپشن یکی هم همینطور old مقدار در واقع alt ایمیج نداره دیگه همچه چیزی رو. حالا به این صورت مثلا من میام میگم همون توتوریال ها رو قرار میدیم این هم همینطور altش هم مثلا میگم king مثلا امام علی و میام اینجا و یه مثلا مقدار اینجا قرار میدم. این سه تا دیگه باید بمونن، حالا این اگه ارور هم داد مشکل نداره.
ببین این ستا دیگه موندم و اینم ارور داد. خب این خیلی کارم راحت کرد. کپی پیست دیگه، حالا ببینم واسه بقیه هم میخوام انجام بدم اینجوری کپی پیست میکنم. دفعه بعد اینو مثلا این اکثر رو قرار بدیم کریئیت رو بزنیم. ایمیج ماست بی ایمیج، به خدا عکس گذاشتم چرا و به چه علت. آها میبینی پسوند جی پیگ یک هم در واقع ای رو هم اینجا باید حواستون می بود. من اینجا گفتم فقط باید از اینها باشه، میتونه اینها رو هم حواستون باشه. آیا دارم این طرف مقابل اینجوری میذاره میگه چرا غلط میزنم، اشکال نداره یا یعنی رفرش رو درست میشه این سری به حق علی. چرا بابا این کنتر F5 بزنیم ماست بی ایمیج ایمیج دیگه. خب به این صورت و بزنم. خب بریم ببینیم چشه. ایمیج ریکوارد ایمیج مایمز جی پیک بی اینج جی پیک ماکسش هم 5000 کیلو بایدی میشون 5000 میک بارش هم درست نمیشه از اون ایمیج هم هست دیگه. خب بزنی اکس دیگه انتخاب کنیم ایمیج ماست بی ایمیج چه رد نمیشه به اینجا این کلیت های نگاه به مثلا چیه هست دیگه ایمیج ایمیج کلاس ایمیج اینا لیبلش ایمیج ایمیج اینا ایمیج این صورت. آها من تو فرمم یادم رفت که یه گزینه ای داریم به نام فایلز و طول رو باید بهش بدیم. این چیکار میکنه در واقع به اگه کنترل رو بگیرید این انک تایپ مولتیپل فرم دیتا رو هم فعال کرد که من دیگه فایلز رو نزده بودم الان گذاشتم و این قسمت رو هم گیرش میکنیم. اگه درست نشه من فیلم رو نگه میدارم یه ذره سرچ کنم ببینم مشکل چیه. قرار میدم و کریت رو میزنم. خب ایمیج ماست بی جی پیک پی ان جی جی پیک جی پیک باشه جی پی جی دیگه جی پی جی پی ان جی بیه اومد. این عکس ها این فرمتش رو چیه که داره گیر میده مشکل داره بزنیم برگردیم نباید گیر بده. الان جی پی جی رو حدید رد کنم. آره رد کنم این آن ها گیر کنم این آن ها گیر کنم. خب ماست بی جی چه بزن من اکس ها رو ببینم چه فرمتی هایی که بگه داره که میگه جه پیگه که درست کرد این پی این جی هم که درسته اینکه این چی اینه که اکس آها پی این جی میگه بزن پی این جیش بزرگی خب با خود داریم این رو باید بنویسیم. خب دیگه چی بود دیگه اکس مثلا بزن تست نه تست کجا رفت اصلا ایشون کریت بزنی نه اوکی مشکل نداره. حالا مشکلی هم از طریق اینجا که ما گذاشتیم ندرست میتونید در واقع فرمت ایمیج رو هم بردارید حتما فقط بیاد همین پسوند رو چک بکنه. حالا بوده من نداره حتما ایمیج رو بذارید شاید مثلا گیر بی خودی داره بیدار جا این رو هم اینجا بذاریم این رو هم بذاریم مثلا ما الان بیاریم مثلا به این گیر میده ببینیم همه گیر نمیده نه گیر میده به این عکسی یه ماست بی مگه پسوندش چیه که این داری جی پیه دیگه شاید به اسمش داری نگه الان مثلا این رو بزنی اوکی. خب این اکثر رو بذاری من ببینم کدوم اینه
خوش بگذره. این عکسه چی شده بود پایین بذاریمش برای تست دیگه بگیریم. این عکس فقط خودش تایپش مشکلی داره. خب اون ایمیج رو بذاریم برگرد عکس خودش مشکل داره، بقیه عکسش مشکل ندارم که رد شد. مثلا همین رو بزنید الان رد میشه. خب مشکل نیستش، اون عکس رو کاری نداره میشه. بیایم اینجا و بحث رو هم که اوکی کردیم، بیایم تو این قسمت و بیایم فقط یه چیزی بیاید بره تو مدل توی اسلایده حتما در واقع پروتکتد و گزینه گارد بذاریم پرایویت نام پروتکتد پروتکتد دالر در واقع گاردد و مقدار آیدی رو بکنیم در واقع همه پر بشن غیر از آیدی. این هم اوکی کردیم و یه اولین کاری که میکنیم میادیم عکس رو میگیریم دالر ریکوست فایل اسمش هم هست ایمیج دیدی کنید مقدار فایل رو در آب خورده یه رفرش بکنید و فایل رو اینجا بهتون بده. اوکی میام اینجا برمیگردم میگم فایل ایف اگر امتی نبود مقدار فایل نبودش مشخصه امتی نبود فایل خب مشخصه یعنی الان فایل پره پس میشه فالس معکوسش میشه درست. یا یه متغیر درست بکنم برای ایمیج و برمیگردم میگم که بیا و این تایم رو با گره بزن با فایل در واقع get extension در واقع get client original extensionش و دیدی کن این مقدار رو ببینید چی برمیگرده. حالا هر مقدار داشته باشه بعد فقط یه عدد باشه با JPEG که بهش چسبیده. فقط حواستون باشه این داته بعد این وسط قرار بگیره که مثلا مشخص بشه. الان میزنید الان شد دات JPEG درست شد بعد مووش کنید. خب میام اینجا برمیگردم میگم که دالر فایل موو مقدار ایمیجز من توی پابلیکم یه چیزی دارم به نام ایمیجز درسته توی جنگ جمعش بکنم توی پابلیکم یه فولدر دارم به نام ایمیجز میخوام داخل این ایمیجز در واقع یه فولدر دیگه درست بکنم به نام اسلایدر و بعدش بیام و مقدار این گزینه رو کاما بذارم ایمیج رو بهش پاس بدم الان رفرش کنم میاد میره توی این مسیر یه فولدر اسلایدر درست میشه و ایمیج میره داخلش قرار میگیره. با همه کار میخوام با هم دیگه انجام بدم. بعد از این قضیه فقط این دالر ایمیج رو به صورت خالی بیرون تعریف بکنید که اینجا وقتی میاد ایمیج رو صدا میزنید در واقع این حالت گلوبال داشته باشه. بیاد این ایمیج اینجا مقدار دهی بشه. میام اینجا برمیگردم میگم که اسلایدر مقدار create ted نه و مقدار اول تایتل برگه هم نمی کنم ولی خب طرف رو رایت کنید مقدار ایمیج رو بهش پاس میدم. بعدیش مقدار آلت مقدار ریکوست آلت رو بهش پاس میدم مقدار تایتل مقدار ریکوست تایتل رو بهش پاس میدم و مقدار بعدی میشه کپشن و مقدار دار ریکوست کپشن رو بهش پاس میدم. تمام شد سشن فلش create و کیوسه رو برام بکن بنویسه یا میرم توی کنترلر ادمنستریتور توی پنلم create در واقع این اسمم تکس و میرم کپی میکنم یه دفعه کپی کنم خیلی خوب بود. خب تمام شد و میتونید در واقع ریترن کنید بک بزنید سری بک بزنم به جای اینکه برگردم بگم برو اسلایدر درسته بکش کنم آب خوردم برید ببینید بک هم به همین سادگی برمیگرده. این نیازیست بگید ری دایرکت روت مثلا اسلایدر کریت
بریم ببینیم که کار رو انجام میده یا نه. من انجام داره دستم میذارم این ایمیج و پنل اینها رو رفرشش میکنم ببینیم چه اتفاقی افتاده. درسته. خب گفت ساکسسفول. میام اینجا اسلایدر درست شد و این عکس هم اینجا برای برام سازی عملیات کرییت رو انجام داد. خب خب کرییت که انجام شد، یه 3 4 تا عکس بندازم روش. دیتا اون هم الان بیاد ببینید اومده جنریت شده. یه 3 4 تا عکس بندازم روش، اول هم کپی پیست و کپی پیست بکنیم، کپی پیست کپی پیست و این هم الان مثلا بیاد این عکس قرار بگیره کرییت بکنیم. این هم ساکسسفول داد، این هم مشکل نیست. دوتا 3 4 تا عکس قرار بگیره شکل یکس دیگه آزایی نباشه. عکس یاد دارم من بسایی کنش هایی که انجام شده اینجا پاپیک پاپیک نیجس مثلا میاد یکس قرار بگیره قشنگ نمست بزنم آپلود شه و اینجا حالا بیاید ببینید که 3 تا عکس قرار گرفت. خب خیلی راحت اومد اینجا کار رو انجام بدیم. کد و پنل هم میتونید بزنید حالا قبل از اینکه کار رو انجام بدیم عکس ها اومد قرار گرفت خیلی راحت. حالا رو تو بزنید باشه بس آپدیت و دیلیتش هم بررسی بکنیم. اینو اوکی فعلا حالا ما کاری ندارم این بریم این درست کنیم فیلم بعدی. فکر کنم فیلم خیلی زیاد شد. فیلم بعدی درست کنیم این چیز رو ریکوست پنل رو و بقیه موارد رو هم درست کنیم.